زاهدان، تظاهرات مردم بلوچ بعد از نماز جمعه. دهمین جمعه بعد از سرکوب خونین معترضان در 8 مهر، روزی که به جمعه سیاه مشهور شد. خامنه‌ای حیا کن، مملکت را رها کن. بیشتر شعارها علیه رهبر جمهوری اسلامی است. همینطور علیه نیروهای تحت امرش در سرکوب معترضان، به ویژه سپاه پاسداران و بسیج. این ویدیوی دیگر که در شبکه‌های اجتماعی بازتابی گسترده داشته، پیوستن جمعیت به هم در میانه خیابان، نشانه ای از اتحاد بیشتر. این هم شعار مرگ بر دیکتاتور زنان. در تظاهرات جمعه های زاهدان در چند هفته اخیر زنان حضوری پرتعداد داشتند، اکثراً با حجاب کامل و چادرهای مشکی. شعار این روزهایشان این است: چه با حجاب چه بی حجاب، پیش به سوی انقلاب. معترضان این هفته نام محسن شکاری را هم فریاد می زدند، جوان معترضی که حکومت 5 شنبه اعدام کرد. این انتقاد شدید مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، به اعدام او. این آقای شکاری را اعدام کردن یا افرادی که معترضان اعتراض کردن شما اینا را حکم اعدام بدید؟ آدم نکشتن و یکی بالاخره میتونه زندان بده، میتونه تبعید بکنید. شما شکاری را 1 سال 2 سال زندان میدادید. مردم توی خیابان را افتاده، کسی را مامور مستقیما تیر زده و کشته. یکی که خوشحالی کرده زدن، بعضی را کشتن. وای مامورین شما نگرفتی که قصاص بگیرید. همزمان با زاهدان، مردم در چند شهر دیگر سیستان و بلوچستان هم به خیابان آمدند. اینجا خاش، شعارهای ضد حکومتی علارغم جو شدید امنیتی. همزمان با ادامه اعتراضات در سیستان و بلوچستان، شورای تأمین استان از قتل مولوی عبدالواحد ریگی، امام جماعت اهل سنت مسجد امام حسین شهرستان خاش خبر داده. به گفته این شورا، افراد ناشناس روز 5 شنبه او را روبوده و کشتند. گفته شده جنازه اش را اینجا پیدا کردند. شورای تأمین استان او را شهید نامیده. شاید به خاطر این حرفهایش در دیدار با نماینده دفتر رهبر جمهوری اسلامی 1 ماه پیش. ما شما را دی والله دوست دار، به خاطر خدا همین شما هیچ چیزی به ما ندادی که به خاطر دنیا با شما را دوست داشته باشم. مملکت دوستم، رهبر دوست ما هست. حاجی این نظام اسلامی بعد از نظام اسلامی به درد ما نمیخوره. حرفهایی که بعد از این همه کشته در این استان، کسی جز طرفداران جمهوری اسلامی را خوشحال نمی کند. سرکوب و بازداشت معترضان در سیستان و بلوچستان ادامه دارد. حکومت هیچ نوع اعتراضی را بر نمی تابد. این ویدیویی که از چابهار منتشر شده، گفته شده این فرد که در توصیف این ویدیو نیروی لباس شخصی معرفی شده، بعد از شکستن شیشه این مغازه آن را به آتش می کشد. نمونه دیگری از خشم حکومت از اعتصابات و اعتراضات. مهدی بیگی، رادیو فردا.